سلام منو بپذیرید. کیوان جاوید هستم و شما شاهد برنامه میزگرد در تلویزیون کانال جدید هستید. ستاد و موج دوم کرونا در ایران. با سه تن از مسئولین ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران هستیم تا هم وضعیت کرونا را از زبان این مسئولین بشنویم و هم نیازهای ستاد رو بدونیم. خوش اومدید به این برنامه خانم شعله پاکروان، سیما بهاری و بابک یزدی. ممنون که دعوت منو پذیرفتید. بذار از اینجا شروع کنم که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که در عرض یک روز 12 و تا 13 خرداد 3000 نفر جدید به کرونا مبتلا شدند و استانهایی رو خطرناک اعلام کردند و همچنین گفتن در عرض همین روز 81 نفر کشته شدن. در دروغگویی جمهوری اسلامی تمام دنیا باید برن یاد بگیرن. خود شما میدونید که رژیم جمهوری اسلامی یه روده راست اصطلاح تو تنش نداره و به این دلیل این آمار رو باید بیشتر از این دید، بیشتر از این باید گفت. شرایط اصلا خوب نیست. من از شما بابک یزدی میخوام که یه مقدار بیشتر در مورد وضعیت کرونا، اشاعه و شیوعش در شهرهای مختلف گزارش بدید و ما رو در جریان بذارید تا ببینیم آیا واقعا اینطوری که میگن. یه خورده بعضی جاها وضعیت خوبه، بعضی جاها بده و دولت میگه که ما در حال کنترل، بالاخره مسئله کرونا در حال ما کنترلش داریم میکنیم. بفرمایید بابک یزدی. من قبل از هرچی سلام میکنم به شما، تشکر از دعوتی که کردید و همچنین به سیما و شعله عزیز. ببینید، در عرض میشه گفت 4 ماه گذشته در سطح جهان حدود 6.5 میلیون انسان مبتلا شدن و نزدیک 400,000 نفر تلفات داشتیم متاسفانه. توی ایران طبق آمار رسمی که خود رژیم میگه، که خب میدونید که خود یکی از مسئولین رژیم هم گفته بود که اگر بخوایم درست نگاه کنیم باید آمار رو 10 برابر کرد. حالا میگم یکی از خود مسئول رژیم گفته بود آمار باید 10 برابر کرد، ولی آماری که تا الان دارن حدود 650,000 نفر مبتلا شدن، حدود 8,000 نفر تلفات داشتیم، 120,000 نفر هم میگن بهبود پیدا کردن. روزانه آمار خود رژیم بود، ما همه اینا رو بر طبق آمار خود رژیم میگیم که میشه به راحتی چند برابرش کرد. رژیم میگه روزانه متوسط 3000 نفر دارن مبتلا میشن. حالا فرض کنید 3 برابرش کنیم میشه 10,000 نفر و روزانه نزدیک 100 نفر تلفات داره. هنوز بر طبق آمار خود رژیم حدود 10 تا استان قرمز هستن. حالا میگم آمار خود رژیم هستش که آذربایجان شرقی و غربی هستش، خوزستان، خراسان رضوی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، مازندران، اینا همه سیرشون سعودی شده، یعنی به جایی که بهتر بشه بدتر شده. در سطح جهان الان می‌بینیم که سیر به قول گفتنی نزولی هست، رو به بهبود هست و خب موج دوم هنوز ما روبرو نشدیم باش، ممکنه در سطح جهان هم موج دوم مواجه بشیم، ولی در ایران هنوز موج دوم مواجه نشدیم. بر طبق آمار خودشون روزانه 3000 نفر، خیلی از، حتی همین هم فرض کنیم درست باشه که خیلی از، 3000 نفر یعنی در هر ساعت چند صد نفر مبتلا میشن و در هر ساعت چندین نفر تلفات داریم. این وحشتناکه، تازه این همه طبق آمار خودشون است. بله سیما بهاری، میگن که سهلنگاری خود شهروندان باعث داره میشه که رعایت نکنن و بیرون برن، دست جمعی برن. ما شاهد این هستیم که دست جمعی مردم بیرون میرن، حتی مهمونی های خانوادگی میرن و در اتوبوس ها و قطار ها و متروها ها موج زیادی از مردم رو با هم میبینیم. آیا این درست نیست که خود جمهوری اسلامی میگه که مردم سهلنگارانه دارن برخورد میکنن؟ بفرمایید. منم اجازه بدین اول سلام بکنم هم به شما هم به بینندگان برنامه میزگرد و هم به مهمانان گرامیتون بابک یزدی و شعله پاکروان. اما در رابطه با سهلنگاری که از جانب رژیم گفته میشه و مردم متهم میشن، فراموش نکردیم که دور اول کرونا که بسیار شدید بود و همه جا تقریبا با یک بحران خیلی بزرگی روبرو بودیم،
باز هم دولت سعی میکرد که گناه رو گردن مردم بندازه. مثلا یه مورد یادمه که گفت که نزدیک عیده، مردم میخوان برن سفر، مردم شمال راه ها رو بستن، درگیر شدن و یه فیلمایی هم از این صحنه ها سعی میکرد که نشون بده. همچنین مثلا از یه شهری مثل شیراز سعی میکرد که نشون بده که مردم با ماشین پشت دروازه شیراز، انگار که مثلا یه صف خیلی طولانی رو شما در نظر بگیریم، نشون میداد که مردم وایسادن که وارد شهر بشن، ولی اینا واقعیت نداشت. از اونجا که من خودم شیرازیم و دوستان خیلی زیادی از شمال ایران دارم، سوال کردم ازشون، گفتم چه جوریه که مردم میان. یکی از دوستان من از شیراز گفتش که حقیقتش منم فکر میکردم که مردم میان. ما رفتیم تو خیابون با ماشین، گفتیم ببینیم چه جوریه، دیدیم همه جا بسته است، فقط آدمایی رو تک تکی میدیدیم که اومدن مثلا مایحتاج روزانه شون رو مثلا نون یا نمیدونم ماست، شیر، همچین چیزی بگیرن یا دارو بگیرن و برگردن. میخوام بگم که این اصلا واقعیت نداره. این که مردم میرن سفر یا میرن این ور اون ور سر میزنن، باشه، حتما من تو سوئد زندگی میکنم، ما همین این کار رو میکنیم، میریم سر میزنیم با رعایت یه سری نکات، میریم کار میکنیم با رعایت یه سری نکات. مسئله این هستش که تو ایران جمهوری اسلامی میگه میتونید برید کار بکنید، هیچ اقدامی نمیکنه برای اینکه مثلا توی قطار، توی اتوبوس یه امکاناتی رو بذاره مردم بتونن راحت‌تر برن، مثلا تعداد اتوبوس‌ها رو بیشتر بکنه که مردم با فاصله بتونن سوار شن، تعداد قطارها رو بیشتر بکنه که مردم با فاصله سوار شن، توی فروشگاه‌ها مثلا مواد ضد عفونی کننده و غیره و غیره بذاره تا مردم بتونن استفاده بکنن. و در ضمن اون موقعی که میگه رعایت بکنین، تو خونه بمونی، خیلی ها سوال میکردن، اونی که دستفروشه، اونی که کارگر یه فروشگاه است، اونی که کارگر ساختمانیه، کارگر روزمزده، اینا چجوری تو خونه بمونن بدون تأمین؟ بعضی از کشورها گفتن تو خونه بمونین تأمین میشین تا یه حدی. همه جا رو ما میگیم نقد داریم، میگیم جون مردم براشون مهم نیست، ولی هیچ جا مثل جمهوری اسلامی اینقدر لاابالیگری، اینقدر بی‌ملاحظگی، اینقدر بستن چشم روی واقعیت از جانب دولت و از جانب ارگان‌هایی که مسئول هستن باید کار انجام بدن، ما نمی‌بینیم. این همه سهل‌انگاری، وگرنه همه گناه‌ها رو بندازی به گردن مردم. یاد یه شعر آدم میفته که ماهی از سر گنده گردد نیز دم. اگر بالا هیچ مسئولیتی برای خودش قائل نیست، کاری انجام نمیده، چجوری میندازه گردن مردم؟ مردم خودتون انجام بدین، مردم خودتون دقت بکنین. به نظر من یه دروغ فاحش، یه دروغ آشکار و یه سهل‌انگاری بیش از حد و غیر قابل تصور برای خیلی جاهای دنیاست. بله، شعله پاتروان عزیز، وضعیت پرستاران یا کارکنان بیمارستان که در جبهه اول نبرد با کرونا قرار دارند و جونشون هم در خطر، از نظر معیشتی چه مشکلاتی دارن و چه اصلا این مشکل دارن، دولت به اینا میرسه، پرستارهای بیشتری استخدام میکنه، وضعیت شما چطور میبینید؟ اول سلام میکنم به شما، دوستان عزیزم بابک عزیز و سیمای نازنین و همچنین هموطنانم در داخل ایران و سراسر دنیا. سوال شما سوالیه که از دو جنبه میشه بررسیش کرد. اول جنبه آماریه که من دسترسی به آمار ندارم که ببینم مثلا وضعیت اقتصادی، معیشتی یا تعداد پرستاران چقدره، چجوریه، اینو ندارم. اما تظاهرات پرستاران رو عکسشو دیدم. در همین دوران کرونا تعداد زیادی پرستار، مربی مهد کودک و افراد مختلف فریادشون سر این بود که ما از نظر معیشتی درگیریم. مهد کودکی ها اومدن گفتن که ما باید بریم سر کار، با اینکه میترسیم از کرونا، نگرانی کرونا رو دارن مردم، حتی میدونن که بچه ها ممکنه نیان توی مهد کودک یا مدرسه، اما اینا نیاز دارن، نیاز دارن برای هزینه های روزمره شون. پرستاران هم 8,000 نفر آخرین آماری که من اطلاع دارم اخراج شدن، یعنی در زمان کرونا پرستار اینا اخراج کردن، بماند اون تعدادی که
جونشون رو از دست دادن. این واقعا سربازان خط مقدم اسم قشنگیه که روی این قشر از به اصطلاح پرستاران و کادر پیراپزشکی گذاشتن. اینا کشته شدن، صدایی از ما نشنیدیم که ببینیم دولت بگه که چیزی اضافه بر اون درآمدی که اینا دارن به خاطر این فداکاریشون آیا پاداشی به اینها داده میشه یا نه. ما که چیزی نشنیدیم، خود رژیم هم چیزی اعلام نکرد. در نتیجه میخوام بگم نه تنها پرستاران بلکه تمام اقشار مردم تحت فشار بودن. دولت فراموش کرد یا خودش رو به فراموشی زد و بسیار درو رفتار کرد. در تکمیل صحبت دوست عزیزم سیمان خانم بگم که به مردم وقتی شما میگین که منطقه سفید و مردم احساس میکنن که خب پس کرونا رو لابد کنترل کردن، یک کمی بی‌محاباتر ممکنه آدم رفتار بکنه. همچنان که در همین شهری که من دارم زندگی میکنم، وقتی که اعلام کردن مردم میتونن بیرون بیان، خیلی الان بدون ماسک میان بیرون و اگر اجبار نباشه حتی توی مترو هم ماسک نمیزنن. مردم اعتماد مجبورن بکنن، به خصوص وقتی خسته میشن توی خونه بعد از 2 ماه 24 ساعت تو خونه موندن، وقتی که دنبال یک بهانه انگار که بگن آخیش پس ما دوباره به زندگی عادی برگشتیم. بابک یزدی، مناطقی رو جمهوری اسلامی اعلام کرده سفید، بخشی از مناطق گفته که مثلا مساجد یا مراکز عبادت یا زیارتگاه ها اینا باید باز باشه یا بازه، و در حالی که همه میدونن کسی که یه ذره عقل داشته باشه نباید جاهای عمومی رو به این ترتیب باز نگه داشت و از مردم خواست که برید و زیارت و نمیدونم اماکن مذهبی رو ببینید اینا. وقتی جمهوری اسلامی میدونی اینا خطرناکن، چرا اعلام میکنه همه مراکز تولیدی باز و همه مراکز به اصطلاح زیارتی باز؟ هدفش چیه؟ ببینید اون وقتی هم که مثلا قرمز بود به زور این مراکز را بستن، خود اینا چیز نکردن، داوطلبانه نبستنش. مراکز مثل تو عربستان یه ذره عقلش کار میکرد خانه خدا را تعطیل کرد، ولی مثلا توی افغانستان 400 تا مدرسه دینی که زیر نظر طالبان و این آخوند و ملاها هست هنوز تعطیل نشده. چرا؟ چون مرکز از یه طرف خرافی و عقب موندگی، از یه طرف هم ببینید تو ایران این مراقد و به قول گفتنی چیزای مذهبی مثل امام رضا و معصومه قم و اینا منبع درآمد هست. همونطور که ما میگیم مذهب یک بزینس هست، اینا واقعا یک منبع درآمد، از یه طرف خرافات تولید و به قول گفتنی باستولید میکنه، ببین از یه طرف منبع درآمدی هستش که هنوز ممکنه مردمی باشن که معتقد باشن و برن اونجا پولی بریزن از همون امامزاده هایی که چند ده هزار خودشون تولید کردن. اینا هر کدوم شده منبعی که رژیم داره برای خودش پول در میاره و به اون آقازاده ها و اینا، باور کنید هر کدوم از این آقازاده ها چندین امامزاده صاحب هستن، یعنی نه اینکه خونه و به قول گفتنی ده ها ملک، بلکه ده ها امامزاده صاحبن، یعنی از این طریق شدن صاحب پول و امکانات. یکی از مهمترین چیزهایی که اینا دارن خودش مسئله مالی هستش و به قول گفتنی بچاپ بچاپی هستش که اینا دارن و یکی از دلایل اصلیش به نظر من این میتونه باشه. بله سیما بهاری، موج دوم کرونا را خود جمهوری اسلامی اعلام کرده، یعنی وزارت بهداشتشون مدام اعلام میکنه که موج دوم کرونا در راه اومده، و من میخوام ببینم تو این دوره نیاز شما چیه؟ شما چطور در ارتباطاتی که با شما هست چه میگن؟ پرستاران چه میگن؟ شهرهای مختلف چه میگن؟ چی میخوان از شما؟ شما تو این زمینه بگید، بعد من برسم ببینم آیا انتظاراتی که اونا دارند رو شما برآورده میتونید بکنید، کمبودا چیه که بعد از شغل پاکتوان میپرسم. این سوال به نظرم خیلی خوب و خیلی مهمی هست که فکر میکنم بیننده هامون رو باید به این مسئله معطوف بکنیم که چه اوضاع و احوالی هست، هرچند که بعضا میدونن اینا. شاید فرصت بشه در قسمت های بعدی برنامه یه مقدار راجع به کمک رسانی ما و ارتباطمون با ایران و ستاد یا شبکه هایی که نیاز داشتن
یک کوتاهش اشاره بکنم. دقیقا اینطوریه، باید جز سوالای این برنامه‌مون هست. بفرمایید. باشه، من سعی میکنم تو این قسمت خیلی کوتاهش بپردازم که ما به اندازه خودمون، به اندازه اینکه ستاد میتونست فعالیت بکنه و افرادی که بهش کمک کردن، یه چیزی حدود نزدیک به شاید 200 میلیون تومان به ایران کمک کردیم. پول خیلی زیادی ممکنه نباشه، اگر البته اشتباه میگم شعله یزید میتونه من بعدا تصدیق کنه. پول خیلی زیادی ممکنه در رابطه با وضعیتی که تو ایران هست، گرونی که تو ایران هست نباشه، ولی همین آب باریکه‌ای که ما تونستیم توانش رو داشتیم و کمک کردیم، به قول خیلی از افرادی که باشون کنتاکت داشتیم، باشون وصل شده بودیم، گفتن این نه فقط پول بود و امکان، بلکه امید بود. به ما امید داد، ما رو سر پا نگه داشت که اگر دولت شونش رو بالا میندازه و اصلا اهمیت نمیده، اگر فقط داره تبلیغ میکنه که همه چیز تحت کنترل و همه چیز اوکی هست و از این بر میفرسته برای عراق و از اون بر میفرسته برای لبنان و برای این بر و اون بر برای کسان خودش میفرسته و ما اینجا آدم احساس میکنه بیکس افتادیم، بالاخره یه ستادی هست، یه افرادی هستن توی خارج کشور که فقط به خودشون فکر نمیکنن، به ما و به موقعیتی که داریم دارن فکر میکنن. من اخیرا تماس گرفتم با کسانی که میشناسیمشون و ارتباط داریم و کمک کردیم، ازشون خواستم یه مقدار برامون توضیح بدن، اوضاع رو برامون شرح بدن که به چه صورتی هست. تا تقریبا 2-3 هفته پیش اونایی که شمال باشون ارتباط داشتیم میگفتن اوضاع یه مقدار آرومه، یه مقدار تحت کنترل وضعیت. امروز اینجوری نمیگن، امروز میگن متاسفانه داره به تعداد افرادی که این بیماری رو گرفتن اضافه تر میشه و باز ما منتظر هستیم که بیشتر و بیشتر بشه و باز اون پانیک، اون احساس ترس، اون نگرانی، اون دست و پا تو هم رفتنه دوباره ممکنه تجربه بشه. هرچند خودشون میگن بالاخره کادر و پرسنل بیمارستان به خودشون مسلط شدن، به اوضاع مسلط شدن، خیلی چیزا یاد گرفتن، خیلی تجربه ها یاد گرفتن، ولی علارغم این، علارغم همه تجربه ها، وقتی که امکانات کم باشه، وقتی که پول کم باشه، وقتی که وسایل بهداشت و لباس مخصوص پرستارا و پزشکا و اینا کم باشه، هر چقدر تو تجربه داشته باشی، هر چقدر توان داشته باشی، هر چقدر آدم حاذقی باشی، بتونی کاری انجام بدی، بدون اون امکانات درجه فعالیت و درجه کارایی خیلی میاد پایین و نمیتونی کارساز باشی. بله. بنابراین این نگرانی هست. اکثرا وقتی باشون حرف میزنیم میگن دولت هیچ کاری نمیکنه و کسی توقع انگار نداره. دولت آنچنان غیر مسئولانه رفتار کرده تو این مدت، نه فقط در رابطه با کرونا، تصور بکنید در رابطه با آتش سوزی، در رابطه با سیل، در رابطه با زلزله، در رابطه با فقر، در رابطه با بیکاری، همه چی، همه چی اینقدر غیر مسئولانه بوده که هیچ کس اصلا توقعی هم نداره. میگن ما به مردم اتکا میکنیم، به شماها اتکا میکنیم. معذرت میخوام صحبتمو طولانی کردم. و شعله پاکروان، مشکل شما آیا حل شده؟ کمک مالی ها به اندازه کافی میاد؟ اگه نمیاد چرا نمیاد؟ کاری که شما انتظار دارید آیا برآورده میشه و انتظارتون از کسایی که کمک مالی تا حالا نکردن چیه؟ بفرمایید. توی این نزدیک 4 ماهی که من با ستاد کار کردم، خیلی چیزا شنیدم و خیلی چیزا یاد گرفتم. ارتباطی که با داخل ایران داشتم فقط منحصر به خانواده زندانیان یا دادخواهان نبود و خود به خود در جریانی افتادم که افراد مختلف با منم در تماس بودن. شما فکرشو بکنید، کسانی که از شدت بیپناهی در واقع میان تلاش میکنن، میگردن تا ستاد رو پیدا کنن و از این بپرس از اون بپرس، در نهایت ما به هم وصل میشیم، از اندیمش، از دسپور. باورتون میشه که ما مواردی داشتیم که انقدر فقرشون بالا بود که من گفتم باشه ما کمک میکنیم، یه شماره حساب بده، گفت ما شماره حساب بانکی نداریم، ما پولی نداریم که بخوایم مراجعه به بانک بکنیم، که گفتم شما
چیز نداریم، یارانه و اینام نمیگیریم؟ گفت نه، نمیدونم کیتمون کارت ملی نداشته. و اصلا انگار گروهی از مردم جز شهروندان حساب نمیشن، یعنی از نظر آمار و این حرفا. یا با زنی که دست فروشی میکرده، 3 تا بچه داره، یعنی خودش سرپرست خانواره و دست فروشی دیگه نمیتونه انجام بده چون بیماری سیستم ایمنی داره و این واقعا مونده برای اجاره خونهش، برای نونی که میخواد به بچه هاش بده و سیرشون بکنه، نه برای چیزای اضافه. خب این کمک نیاز داره. لیست کمک ها، کسانی که طالب کمک هستن، هر روز و هر روز بلند و بلندتر شد. ما در کمیته مالی، من و سیمای عزیز و مینا احدی، جلساتی داشتیم با هم دیگه که این لیست ها رو هرچی که اعلام نیاز شده با هم بررسی میکردیم و طبق اون مقداری که پول به قول معروف تو صندوقمون بود بینشون تقسیم میکردیم و سیما جان زحمت میکشید از طریق حالا صراف یا هر مدلی که خودش سلام میبینه میفرستاد برای این افراد. ولی الان من راستش رو بگم، یک تومار داریم نیازمندانی که نیاز به کمک دارن و خزانه ما خالی است. 150 یورو بیشتر نداریم و همونطور که میدونیم و الان هم یه اشاره کوچیکی کردم، کسانی در ایران منتظرن، منتظر هموطنان خارج کشور که حتی 10 یورو میتونه بخشی از مشکلاتشون رو حل کنه. اینو به شکل عینی دارم میگم. ما بوده مورد داشتیم که برای زندانی داخل زندان گفتیم چقدر میتونه مثلا الان نیاز تو برطرف کنه، گفته 100,000 تومان. 100,000 تومان کمتر از 10 یوروه و اون زندانی خوشحال شده با همون 100,000 تومان تونسته بخشی از مشکلاتش رو در داخل زندان حل بکنه. داریم، ما قبضش رو داریم که 100,000 تومان برای چند زندانی ریخته شده. در نتیجه هموطنان خارج کشور میتونن با 10 یورو عده ای از هموطنان رو شاد بکنن. این 10 یورو، 10 یورو ها وقتی که کنار هم میشه رقم بزرگی میشه. سیما جان گفت که 200 میلیون، نه بیشتر از 200 میلیون داخل ایران رفته، مقدار زیادی به ترکیه فرستاده شده، اصلا کافی نیست. پناهجویان ترکیه و یونان خیلی شرایط سختی دارن و هر روز دارن اعلام نیازشون، بیمارانشون، بانویی که به اصطلاح مشکل اورژانسی پزشکی پیدا کرده بود، اینا همه کسانی هستند که نیاز دارن و در غربت افتادن. هرچند که هموطنان ما در داخل کشور هم در داخل کشور خودشون انگار غریب هستن چون کسی بهشون کمک نکرده بود. در نتیجه من از این تریبون میخوام استفاده کنم و به همه عزیزانی که این برنامه رو میشنون بگم که خزانه خالی است و در صورتی که شما کمک نکنید عملا ستاد کارایش رو از دست خواهد. بله بابک یزدی، شما به عنوان کسی که خیلی تو این زمینه فعالیت کردید در کانادا، در اونجا آیا برنامه‌ای دارید، پلنی دارید، اقدامی میخواین انجام بدید؟ مشکلاتتون تو کانادا چیه؟ آیا به اندازه کافی مراجعه کردید؟ دیگه سخت پر شده یا هنوز بخش زیادی از ایرانیان کمک نکردن؟ بفرمایید. بله، من حتما این سوال جواب میدم، ولی اجازه بدید در تکمیل صحبت‌های شعله عزیز، ببینید من این نامه‌ای که از پناهجویان و پناهندگان ترکیه در شهر وان داده بودن به مینا و شعله عزیز، وقتی نگاه میکردم باور کنید اشک چشام جمع شد. هر کدوم از ما سالها آوارگی کشیدیم تا تونستیم بالاخره به یک مکان امنی برسیم. ببینید یک قسمت بخشی که به این دوستان کمک شده و خیلی هم خوب بوده هرچند ناچیز، ولی یک قسمت دیگرش ببینید امیدی هستش که توی این پناهندگان به وجود میاد. من یادم از سالها در دبی در هندوستان وقتی بودیم، اگه یک پناهنده یک جوری میتونست مثلا با شخصیتی مثل شعله یا مینا در ارتباط باشه، همین ارتباطی که میدونستن افرادی که رفتن اونور و در حالت امتری دارن به فکر اینا هستن، باور کنید اصلا امید بود. ده ها پناهنده از ناامیدی خودکشی کردن.
چون ناامید بودن نمیدونستن، ولی وقتی الان این امیدی که این پناهندگان درشون به وجود میاد خودش یک گامی هستش که خیلی زیاد است. برگردیم سر مسئله مالی، ببینید توی آمریکا و کانادا من سعی کردم یه به قول گفتنی تلاش کنم با دوستان، با آشناهای نزدیک دور، هر کس میشناختیم به هر شکلی تماس گرفتیم و تونستیم یه 5-6 هزار دلاری کل آمریکا و کانادا جمع بشه. هنوز فکر میکنم هستن دوستانی و اگر یه دور دیگه ما شروع کنیم شاید بتونیم، حالا نه در این مبلغ ولی کمتر هم شده، باز هر 10 دلار و هر 10 یورو که شعله عزیزم اشاره کرد میتونه یه بخشی از مشکل یه نفر رو حل بکنه و باید حتما این کارو بکنیم. من سعی میکنم حتما این کارو بکنم و از همینجا باز پیام میدم به تک تک دوستانی که این پیام رو میشنون، نگن 10 دلار یا 10 یورو یا 20 یورو 20 دلار کم است، کم نیست به هیچ وجه، 100 تاش خودش میشه مثلا 1000 2000 دلار 2000 یورو و خیلی کمکه. شما بله شما در تورنتو دوستان بسیار نزدیکی با ستاد، جزء همکاران خیلی نزدیک ستاد هستن، آقای افشین جم هستن، خانم شاپرک شجری زاده هستن. من فکر میکنم اگر بریدی تیمی هستش، گروهی کار بکنید حتما و مراجعه بکنید به مدیای اجتماعی، در شهروند مثلا درج کنید و اینا، فکر نمی کنید که تأثیر داشته باشه که موج بیشتری از ایرانیان، با توجه که طیف گسترده‌ای هستید، شما هستید، آقای افشینجم هست، شاپرک شجریزاده هست، همه اینا بتونید در این زمینه کمک‌های بیشتری بگیرید. تو این زمینه چی فکر کردید؟ سعی اونو میکنیم. آقای مثلا رضا موریدی هم هستش که مثلا بله سابق بوده اینجا و ببینید توی کانادا خوشبختانه دولت کانادا تا الان به هر نفری که احتیاج داشته 3 ماه گذشته ماهی 2000 دلار، یعنی 6000 دلار به هر نفری، نه هر خانواده، به هر نفری که احتیاج داشته. خانواده‌ای بودن که مثلا 2 نفر 3 نفر واجد شرایط بودن، این پول رو داده. بزینس هایی را به قول گفتنی کسب و کارهای کوچیک وام بهشون داده، وام های خونه را تا 6 ماه گفتن میتونید عقب بندازید، بر آب گاز گفتن مجبور نیستید بپردازید و رسما اعلام کردن هیچ کس برق و آب و گازش رو نباید قطع کنن به خاطر این مثلا. میخوام بگم این قسمت ببینید اینجا داره این کارا میشه. توی ایران یه حتی زمانی که قرمز بود و حتی جایی که قرمز هم بود مردم میومدن بیرون به خاطری که یا غم نان داشتن یا غم جان داشتن، یا باید میومد بیرون به دنبال که یه لقمه نون در بیاره، همین طرف ممکن بود که بخواد به همین دلیل کرونا بگیره در کنار بغل دست. ولی ما سعی میکنیم که حتما بیشترین تلاش خودمون رو بکنیم و از همینجا باز یه دور دیگه اعلام میکنم که دوستان هر کس میتونه پیپل ما هستش که توی ادامه این برنامه احتمال زیاد میاد و اگر حتی پیپل رو ندارن یا به هر دلیلی نمیتونن سعی کنن با خود من تماس بگیرن که طریقه پرداختش رو باشون در میون بدن. بله سیما بهاری شما لطفا توضیح بیشتر بدید نیازمندی ها رو چطور میبینید و راه حل جمع کردن کمک مالی از نظر شما چیه و اگه امکان مثلا در سوئد بسیار راحت پول پرداخت کردن از طریق شماره تلفن مثلا سویش میکنن، خیلی راحته. اگه شما تو همه این زمینای ذره راهنمایی بکنید که کار تسهیل بشه برای کسایی که میخوان پول بپردازن، اینجوری نیست که همه نمیخوان پول بپردازن. یعنی الان اگه کسی به من بگه کیوان جاوید پول بده، من اولین چیز میگم کجا، به کدوم بانک برم بیرون، باید از سخونه پول بپردازم، پیپل داشته باشم، اینا آیا به اندازه کافی در میدیای اجتماعی، در فیسبوک ها و در اینستاگرام ها اینا رفته که مردم بدونن؟ تو این زمینه هم لطفا توضیح بدید. این که به اندازه کافی رفته یا نه، هیچ وقت به نظر من به اندازه کافی نیست. همیشه آدم باید تصور بکنه که آدم های جدیدی قراره که با این ستاد یا با این فعالیت آشنا بشن. برای این آدم های جدید همیشه باید تبلیغ بشه، باید در اختیارشون گذاشته باشه اون امکانات و راه انجام دادن این امر بسیار انسانی رو باید هی گوشزد کرد و گفت. توی سوئد همینجور که گفتین خیلی راحته سویش کردن، یعنی کافیه که شما شهروند سوئد باشین و یه شماره تلفن داشته باشین و از حساب خودتون به طریق تلفنتون پول بفرستیم به تلفن دیگری که بره وارد حساب بشه. این شماره تلفن هست که فکر میکنم در ادامه برنامه حتما شما معرفی خواهید کرد این رو. اما در رابطه با نیاز، همطور که گفتم ما با
افرادی که باهاشون تماس داریم، ارتباط داریم، صحبت میکنیم، میگن نیاز همیشه هست، از وسایل بهداشتی شخصی گرفته تا وسایل آزمایشگاه تا وسایل مربوط به پزشکی و غیره. یعنی از پولای کلان لازم هست تا پولای خرد. پولای خرد، شعله پاکروان اشاره خوبی کرد، 10 یورو یعنی به پول سوئد مثلا میشه 100 کرون، میتونه نیاز یه آدمایی رو رفع بکنه. 100 کرون توی سوئد پول خیلی زیادی نیست. میتونه مثلا تو بری یه دونه ساندویچ بخری بخوری، میتونی بری خیلی چیزای پیش پا افتاده و کمی رو میتونی تهیه بکنی و استفاده بکنی. بنابراین 100 کرون هر آدمی میتونه این رو بپردازه. منتها یه نکته هست، من اینجا دلم میخواد اینو بگم و نشون بدم که ما میفهمیم اوضاع چجوریه. وجود کرونا، بیماری کرونا توی ایران که آدم ها رو به فقر مطلق بیشتر از قبل کشونده. باز وقتی که با افراد صحبت میکنی میگن غم نون اجازه نمیده اصلا به دور برت نگاه کنی، اجازه نمیده فکر کنی باید چه کار بکنی، فقط داری دست و پا میزنی برای اینکه شکم خودت و اطرافیانت و کسانی که تحت پوششت هستن رو بتونی سیر بکنی. توی خارج کشور کم و بیش تاثیر گذاشته این مسئله کرونا. آدم ها بیکار ممکنه شده باشن، پولشون کمتر شده باشه و از همه مهمتر وضعیت یواش یواش داره میشه عادی، عادت داریم میکنیم به وجود یک مشکل کنار زندگیمون، حاشیه زندگیمون داریم عادت میکنیم. این نباید عادت بشه برامون. باید همیشه بدونیم که یه چشمهای خیلی مشتاق، قلبهای خیلی مشتاق، آرزومند منتظر هستن که ما بتونیم بهشون کمک بکنیم. کمکهایی که از دست ما ساخته است. اگه ما تعدادمون مثلا شما در نظر بگیر 1000 نفر بخوان کمک بکنن، نفری 100 کرون کمک بکنن، یعنی میشه 100,000 کرون. 100,000 کرون پول خیلی زیادیه. برای هر تک تک ما ممکنه پول کمی باشه. فکر کنین مثلا روزی 3 کرون میشه. 3 کرون هیچی نیست. پول یه دونه قهوه هم نمیشه. میتونیم ما این کارا رو بکنیم. میشه این کارا رو کرد و باید کرد. اگر ما انجام ندیم کی باید انجام بده؟ ماییم که تنمون میلرزه برای اینکه افراد دارن میمیرن. وقتی که آمار میدن ماییم که تکون میخوریم، میگیم 3000 نفر یعنی 3 تا عشق، 3000 تا عشق، 3000 تا قلب، 3000 تا پدر، 3000 تا مادر، 3000 تا بچه. یعنی اینا رو وقتی در نظر بگیریم فکر میکنم که میتونیم و باید کمک بکنیم. طبعا ما اینقدر کمک میکنیم که صندوقمون اجازه بده و پول داشته باشه. طبعا شعله پاکروان، شما که نمیتونید به همه نیازمندان ایران کمک کنید و انتظارتون هم فکر نمیکنم این باشه. تمام آدم هایی که تو ایران زیر خط و فقرن ما پول جمع بکنیم اونا رو تامین کنیم. اولویت هاتون برای کمک کردن به در ایران با چه کسایی؟ زندانیان، حالا هر چه، چطوری هست؟ بفرمایید. ببینید، این شکی نیست که ما نمیتونیم تمام گرسنگان ایران یا جهان رو کمک بکنیم. وقتی که رئیس سازمان ملل میاد میگه که کرونا در جهان باعث افزایش فقر، نمیدونم 600 میلیون نفر به فقرای جهان اضافه میشه و هشدار میده درباره گرسنگی که در پیش رو هست، این یعنی یه مسئله جهانیه. من از شما عزیز و همچنین مخاطبین میخوام یک لحظه خودتون رو در موقعیتی بذارین که من سیما و مینا هستیم. ما میدونیم که میلیون ها نفر در داخل ایران به نون شب نیاز دارن، کمک میخوام. اما موضوع اینه که ما اون میلیون ها نفر رو ندیدیم، باهاشون حرف نزدیم، به ما مراجعه نکردن. آیا شخص شما اگر من بیام بگم که مثلا آقای جاوی من مثلا پول ندارم یه بطری آب بخرم، شما پیش خودت فکر میکنی خب میلیون ها نفر هستن که آب ندارن بخورن، من چه پولیه به این بدم؟ یکی از اولویت های ما اینه که فردی به ما رجوع میکنه و مسئلهش رو میگه و درست در همین لحظه یک انفجار روی میده. من دیگه نمیتونم در برابر اون فرد بی تفاوت باشم. یعنی نگاه کنید، یک توده نیازمند رو در نظر بگیریم که یکیش ازش جدا میشه، شخصیت پیدا میکنه، کاراکتر داره، این صداش رو میشنوی، صورتش رو میبینی یا کلماتش رو میخونی،
تحقیق میکنیم. در نتیجه بله، یک سری از افراد رو ما بهشون کمک میکنیم، چه پناهجویان خارج از ایران، چه کسانی که در داخل ایرانن. اولویت دیگه‌مون کادر پزشکی بوده و هست، به خاطر اینکه بیمارستان‌ها به خصوص در شهرهای کمی دورتر واقعا کمبود دارن، کمبود ماسک دارن، کمبود گان پزشکی دارن. پرستار داره کار میکنه و میگه که من حاضرم روزی 16 ساعت این ماسک رو صورتم باشه، ولی باید ماسکی باشه که بزنم رو صورتم، باید دستگاهی باشه که من مثلا باهاش کار کنم، آزمایش بکنم یا هر چیزی. اولویت اول ما پرستاران، کادر پزشکی به طور کلی، یعنی بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها بوده. حتی چند مورد در خرید اون دستگاه ونتیلاتور کمک کردیم. این مورد ها، نه اینکه همه مبلغش رو پرداخت کنیم، بخشی از به اصطلاح کمک هامون به بیمارستان ها برای این بوده و بخش عظیمش برای تهیه وسیله ساده ای به اسم ماسک، ماسکی که جلوگیری بکنه از ورود ویروس. این یه اولویتمونه. اولویت اصلی دیگرمون زندانیان هستند. زندانی ها کسانی هستند که ناخواسته و غیر منصفانه در شرایط پرریسک دارن زندگی میکنن. نمیتونیم نسبت به این افراد ما بی تفاوت باشیم. تعداد زیادی زندانی هستن که مردم اسماشون رو نمیدونن، ولی ما میدونیم. خیلی زندانی داریم که مشهور نیستن و در داخل زندانن. شما از نحوه زندگیشون ندارین، اما اونها کرونا هم گرفتن، گرفتار هم شدن، علاوه بر فقر، علاوه بر کمبود ویتامین، مواد غذایی، چیزای ساده، بیماری هم گرفتن. این هم جزء اولویت ها نیست. بله، من چون وقت برنامه خیلی کمه، شاید یکی دو سوال دیگه دارم. بابک یزدی، خیلی از گروه های مردمی در ایران، یعنی واقعا زیادن، شاید فکر بکنم از همه جای دنیا بیشتر گروه های مردمی در ایرانن که تو این زمینه هم دارن واقعا جانفشانی میکنن، امکانات تهیه میکنن و میدن. آیا هنوز این همه این جمع ها رو میشه زیادتر کرد و این حساسیت رو سعی کرد بازم زنده نگه داشت که اینطوری نیست که جمهوری اسلامی میگه کم شده و شهرها سفید و اینا؟ وظیفه این نوع جریانات و این نوع گروه های مردمی رو در این شرایط چطور میبینید؟ چه دارید به اینا بگید؟ همونطور که خودتون گفتید، ما فقط تنها گروهی نیستیم، گروه های زیادی هستن که خب از دولتی، نیمه دولتی، مستقل، NGO ها دارن کار میکنن. به نظر من مهمترین مسئله اینه که همونطور که ما بخش اولویتمون شعله جونم اشاره کرد، ببینید کادر درمانی، پزشکی، پرستاری، کمیته های محلات، اینایی که در خط مقدم جبهه هستن، اگر دو تا از اینا بگیرن، دو تا پرستار بگیره، احتمال اینه که بتونه 100 تا مریضی که به دلیل حتی ممکنه کرونایی نباشه میاد بیمارستان منتقل بکنه. بنابراین مهمترین چیز این هست که این دوستان اولا اگر میتونن یه هماهنگی و همکاری با هم داشته باشن و در ثانی به قول گفتنی در وهله اول مسئله شون و کمکشون به این خط مقدم ها باشه که اشاره شد، به همین دلیل هم بوده که ما هم خط مقدممون و به اولویتمون همون کادر درمانی، پزشکی، پرستاری و کمیته های محلات بوده که در ده ها شهر ما تونستیم حالا در حد توانمون این کارو بکنیم. پیشنهاد ما اینه که همه اینا حداقل اونایی که میتونن در داخل یه شکلی با هم هماهنگ و همکاری کنن، اگر میتونن با ما همکاری هماهنگ بکنن، تا ممکنه که اگر سی توی شهر مثلا A کمک کرده، ما بتونیم تو شهر B کمک کنیم. بله، سیما بهاری، شما هم اگه کوتاه پیامی دارید، صحبتی دارید در رابطه با کمک رسانی، همیاری، اینا بفرمایید. اولا میخوام بگم که تلویزیونایی مثلا کانال جدید یا تلویزیونای دیگه که با ماها مصاحبه میکنن و راجع به این موضوعات حرف میزنن، به نظرم خیلی سهم عمده‌ای دارن و سهم مهمی دارن توی آگاهگری و توی خبررسانی. جمهوری اسلامی خبری نمیده، بنابراین وظیفه ماهاست که این خبرها رو پخش بکنیم و به مردم بگیم که نه، وضعیت عادی نیست. البته خود مردم هم دارن با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. اما در رابطه با کمک رسانی،
با توجه به اینکه مردم توی ایران خیلی نیاز دارن، ما هم آماده هستیم برای پذیرفتن کمک ها و برای ارسال اونها. بنابراین خیلی خوشحال میدیم که دستای ما توی دسته هم دیگه گره بخوره. اما یه نکته دلم میخواد رو به مردمی که داخل ایران دارن کار میکنن بگم. من با خیلی از افرادی که توی کمیته های محل دارن کار میکنن میگم رجوع بکنید به آدم هایی که خیر هستن، آدم هایی که خوبن، آدم هایی که مهربون هستن، انسان دوست هستن، رجوع کنید به اونا و از اونا کمک بخواید. یکی از دوستان من امروز از همین پرستارا میگفت واقعا باور کنید روم نمیشه دیگه فراخوان بدم. گفتم اشکال نداره، اینا انگار خواهر برادرای ما هستن، اگه به اونا رجوع نتونیم بکنیم به کی میتونیم رجوع بکنیم؟ باید بتونیم رجوع بکنیم. و یکی دیگه به نظر من تا اونجایی که میتونن، به خصوص کسانی که در رابطه با محلات کار میکنن، سعی کنیم اعتراض سازمان بدیم، سعی کنیم بگیم مردم پول آب و برقتون رو ندین، سعی کنیم بگیم که دولت که داره از بی مسئولیتی داره منفجر میشه دیگه. رو در و دیوار بنویسیم، شعار بنویسیم، ماییم که میتونیم پشت هم دیگه باشیم. این کمک ها هر چقدر که بیاد مطمئنا ما همینقدر کمک میکنیم، ولی این خیلی آب باریکیه. میدونم نور امیده، میدونم نقطه امیده، میدونم واقعا خوشحال میکنه هم ما رو هم مردم رو دلگرم میکنه، ولی اساس قضیه اینه که باید آنچنان اعتراضی رو سازمان داد که مردم خودشون بیان و بگن دولت اگه تو نمیتونی کاری بکنی که مدت هاست 40 ساله نشون دادی کاری نمیکنی، برو کنار، ما بلدیم سازمان بدیم. مردم تو این دوره سازمان دادن، سازمان پیدا کردن، فعالیت کردن، مشکل حل کردن، مسائل رو پشت سر گذاشتن و الان هم میتونن همین کار رو بکنن. خیلی ممنون از اینکه در این میزگر شرکت کردید. خسته نباشید میگم به شما، شعله پاکروان، بابک یزدی و سیما بهاری. ما از شما متشکرم. مرسی. بله بینندگان عزیز، شما شاهد برنامه میزگر در تلویزیون کانال جدید بودید با نام ستاد و موج دوم کرونا. همین یک جمله رو بگم، در این حال که در کشورهای اروپایی نظیر فرانسه رو نگاه بکنید، دولت موظفه و تعهد داره که به مردم کمک بکنه، موج اعتراضات بسیار وسیع علیه سیاست‌های دولت رو همین یکی دو روزه در خیابان‌ها می‌بینید. اینا فقط به خاطر نجات پرستی نیست، اینا برای اینکه انتظار مردم برای یک زندگی بهتر، زندگی انسانی بالا هست، به براش مبارزه سازمان میدن، در خیابون هستن تا سیاست‌های دست راستی دولت‌ها رو از بین ببرن. در ایران 100 هزار مرتبه باید بیشتر مبارزه متشکل کرد، سازمان داد تا این وضعیت که حکومت برای مردم به وجود آورده هر چیز زودتر از بین بره. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.